به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع میگویند که در پی حمله تفنگداران ناشناس بر گزمه جنگجویان طالبان در کاپیسا، دست کم یک جنگجوی این گروه کشته شده است. منابع به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که این حمله حوالی ساعت 12 چهارشنبه در روستای پناخیل از مربوطات سیاول کوهستان رخ داده است. فرد کشته شده ملا ظهور نام داشت و از باشندگان روستای دیداناخیل کاپیسا بود. به گفته منابع در پی این حمله چند تن از اعضای طالبان زخمی نیز شده است، اما رقم دقیق آن روشن نیست. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. تجدید تنش‌ها میان طالبان و گذرگاه اسلام قلعه بسته شد. منابع محلی در هرات میگویند که گذرگاه اسلام قلعه در این ولایت برای موترهای باربری بسته شده است. این منابع پنجشنبه میگویند که این گذرگاه از روز گذشته به این سو توسط طالبان برای موترهای باربری بسته شده است. منابع میافزایند که این گذرگاه پس از آن بسته شد که طالبان ویزای صادر شده رانندگان ایران از کنسولگری مشهد که در رأس آن عبدالجابر انصار است را نپذیرفتند. طالبان گفتند که تمام اسناد صادر شده از کنسولگری مشهد را قبول نداشته و تا زمانی که جنرال کنسول معرفی شده از سوی این گروه به کار آغاز نکند این محدودیت ادامه دارد. پیش از این منابع به روزنامه 8 صبح تایید کردند که طالبان عبدالجابر انصار را برکنار کرده و به جای آن از سوی این گروه جنرال کنسول تازه گماشته شد. جابر انصار اما این تصمیم طالبان را نپذیرفت و تاکنون به کارش ادامه داده است. لاتکوب گوینده خبر آریانا نیوز در کابل. عبدالعزیز سخیزاده گوینده خبرهای آریانا نیوز گفته است که از سوی دو تن که خود را طالب معرفی کردند لاتکوب شده است. او این اظهارات را روز پنجشنبه 24 جوزا با نشر پیام در برگه فیسبوکش نوشته است. او نگاشته است: از طرف دو نفر که خود را طالب معرفی کرد لاتکوب شدم. با این حال وی در مورد زمان و مکان این رویداد جزئیات ارائه نکرده است. طالبان نیز درباره این رویداد چیزی نگفتند. بررسی ساخت بند دوم سروبی و تولید 300 مگاوات برق گازی. معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان از وزارت انرژی این گروه خواست تا احداث بند دوم سروبی را بررسی کند. به نقل از خبرگزاری باختر، عبدالغنی برادر در جلسه کمیسیون اقتصادی طالبان در مورد تولید 300 مگاوات برق گازی در ولایت جوزجان نیز بحث کرده است. متیولا عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان روز پنجشنبه به تالو نیوز گفت که ساخت بند دوم سروبی در دو مرحله جور می شود که ظرفیت تولید در مرحله اول به 111 مگاوات می رسد و در مجموع در حدود 300 میلیون دلار هزینه دارد. کمیسیون اقتصادی طالبان و وزارت انرژی و آب این گروه دستور داده که با شرکت ها درباره احداث بند دوم سروبی گفتگو کند. این کمیسیون به وزارت انرژی هدایت داده که در مورد تولید 300 مگاوات برق گازی در جوزجان با وزارت معدن و پترولیم و شرکت ارائه کننده طرح فنی وارد گفتگو شود. 6 ورزشکار از افغانستان در المپیک 2024 شرکت می کنند. کمیته بین المللی المپیک یا IOC اعلام کرده است که در المپیک پاریس 2024 6 ورزشکار از افغانستان به شمول 3 زن و 3 مرد در رشته های مختلف اشتراک خواهند کرد. مارک آدامز سخنگوی کمیته بین المللی المپیک روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که ورزشکاران مرد افغانستان در رشته های دوش، شنا و جودو رقابت خواهند کرد. همچنان زنان ورزشکار افغانستان در رشته های دوش و بایسکل رانی شرکت خواهند کرد. آدامز افزوده است که تشکیل تیم مبتنی بر جنسیت پیام برای طالبان است که دسترسی زنان و دختران افغانستان را به ورزش محدود کردند. وی تصریح کرده است: ما به صراحت اعلام کردیم که یک تیم برابر جنسیتی می خواهیم و این چیزی بود که به آن دست یافتیم. و در پایان، مسعود پزشکیان یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران می گوید در صورت پیروزی مرز با افغانستان را می‌بندد. این نامزد جریان اصلاحات گفته کشورهای غربی باید مسئولیت اقدامات خود در افغانستان را که منجر به مهاجرت میلیون‌ها افغان شد بپذیرند. او گفت که مردم ایران دلیل ندارد که هزینه سیاست‌های غلط دیگران را بپردازد. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه 24 جوزا در پاسخ به پرسش یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس
برنامه خود را در زمینه مهاجران افغان در ایران اعلام کرد. آقای پزشکیان تاکید کرد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری همزمان 3 اقدام را در رابطه با مهاجران افغان انجام می‌دهد. او گفت حکومت احتمالی او مرزها را کاملا می‌بندد، مهاجرین را سازماندهی می‌کند، با کشورهای اروپایی در مورد پذیرش بخش از پناهجویان افغان در ایران مذاکره می‌کند. مسعود پزشکیان یکی از 6 نامزد 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است. او تنها نامزد جریان اصلاحات در جمهوری اسلامی است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.